بله، این مای خیلی خوب از شهر کابل و ما در بلندی های بنام افشار استاد شدم. افشار شامل این مناطق و اینی پایینی ها و یک کمی اون طرف ها میشه. چند ویژگی بسیار جالب در افشار. اولین ویژگی افشاری است که یک منطقه کسر قومی است. قومای مانند مثل هزارها تاجیکا، پشتونا، قزلباشا، افشاریا دیج زندگی نه. افشاریا کس خود را بازمانده لشکریان نادرشای افشار فکرمون هم اروز در دکان یک از اونا رفته بودم، عکسی از نادر افشار در بغل یخچال چیزی دیگه بود. دومین نکته که است چیزی که بسیار برای افشار را چیک کده کوههای افشار و خانه‌هایی که در این مناطق است. مردمایی که در این کوه زندگی مونه اینا هم چند خصلت بسیار مهم داره. یکی که اینا بسیار زیاد فقیر است. منظور از فقیر بودن اینا ای است که اینا عموما کارگرای روزمزده، یعنی روز کار نه، شب مصرف نه، بدون از اینکه ذخیره بسیار مهمی داشته باشه یا کدام سرمایه دیگه داشته باشه. اینا کارگرای بسیار ارزانی هسته که روزانه کار نه، شبانه مصرف نه. و نکته بعدی در مورد از اینا ایه که اینا عموما خانواده های پر جمعیت هست. در کنار از اینکه اینا فقیره، باز خانواده های بسیار پر جمعیت هم هست. من خودم دیدم که یک نفر کارگر بسیار ساده با درآمد بسیار پایین، یک ناناوری یا خانواده مثلا شش نفری است، او آدم با وجود از اینکه درآمد بسیار پایین داره اما اولادای بسیار زیاد داره. تقریبا یک شش، هفت، هشت نفر عیال است. نکته بعدی یک اینا عموما گروه های جمعیتی هستند که از مناطق غیر از شهر کابل در مناطق مهاجرت کرده امده. به مو خاطر اینا با فرهنگ شهرنشینی او قدر آشنا نیسته. به مو خاطر این زباله دانیش این منطقه جاهای خالیه و ای از این افشار و او نوکسته هتل معروف هتل انترکانتیننتال هسته که در گردنه باغ بالا موقع داره. این گردنه گردنه باغ بالا است. او سیاکو نام از او که سیاکویه. در مورد هتل انترکانتیننتال برایشون بگیم که این یک از هتل های پنج ستاره و لوکس و مشهور شهر کابل که در زمان ظاهرشاه ساخته شده. 200 اتاق بسیار مجهز داره، 4 تا هتل بسیار لوکس با امکانات بسیار بلند و معیاری، مثلا حوزه های آب بازی، تفریگاه های بسیار خوب، سالن های ورزشی و با تمام امو امکاناتی که هتل های پنج ستاره عموما در جهان داره اینا هم است. به مخاطر ای عموما محل اقامت خارجی هایی است که به کابل میه و بعضی پلدارا و تجارای افغانستان یا شهر کابل. اما طوری که بایم اینی قسمت ها کلن شامل افشار میشه، اونوا خوشحال خانه، افشار جز حوزه پنج امنیتی کابل میشه، افشار و قسمت های از خوشحال خان کتی سنگی او سیلوی و رنگ زرد که داره. یک بار سلکن به سیمای شهر کابل، در شهری که شما هستین، در جایی که شما زندگینین، در کشوری که شما اقامت دارین، صورت شهر شما چگونه هست؟ به نظرشم کابل یک شهر خوب هسته یا نه یک شهر بدقیافه و بیرخته. من عکسای از تهران، دوشنبه و اسلام آباد را دیدم. عموما او شهرها شکل و زیباییش عموما بهتر از کابل هست. مثلا اینی ساختمان ها به صورت بسیار غیر پلانی اموتوری شیخ استاد شده بدون از اینکه یک نشان دهنده یک نظم شهری باشه.
و اینی ساختمان ها به صورت بسیار غیر معیاری ساخته شده، بخشای خصوصی ساخته. اینی ساختمانی که میبینید اینا مربوط علوم اجتماعی میشه، علوم اجتماعی نامش امروز هسته به نام دانشگاه یا پانتونی استاد ربانی. این رو برای اولین بار شوروی ها برای اعضای حزب دموکراتیک خلق ساخت تا یک کادر نیروی انسانی آموزش دیده رو برای تبلیغ و ترویج کمونیسم تربیت کنه در افغانستان. این بلاک ها ساختمان های مربوط وزارت شهرسازی میشه، بلاک های خوشحال خان هستن، سال به صورت معیاری ساخته شده، فاصله ها درش در نظر گرفته شده. من داخل از اینا رفتم، محیط بسیار خوب داره، پارکینگ بسیار خوب داره، زیر ساخت چه خوبه و فاصله ها بین ای آپارتمان ها بسیار خوب است. سیستم گرمایشی بسیار منظم داره، در زمستان کسایی که در اینجا زندگی مونه بسیار راحت زندگی نه. تنها به این چشماندازی که من برایشم نشان میدیم، تنها جایی که بهترین شکل و شمایل داره این می بلاک های خوشحال خان است که وزارت شهرسازی ساخته. باقی ساختمان هایی رو که میبینید به صورت بسیار بی نظم ساخته شده و بخش خصوصی اونا رو ساخته برای فروش. و نکته بعدی یکی دوستای عزیز، در جایی که شما زندگی مونید جمعیت چطوری توزیع شده؟ مثلا سکن در کابل جمعیت به صورت افقی توزیع شده، اینی مثلا اون قسمت ها کتی سنگی میشه، از اون قسمت ها آمده تا دامنه از این کوه ها در بر گرفته. و این چند پیامد بسیار بد داشته، یکی بسیار خاک بسیار زیاد را اشغال کرده، میبینید بسیار خاک بسیار زیاد، جغرافیای بسیار زیاد را اشغال کرده و ای امکانی وجودی جغرافیای سبز را بالکل از بین برده. مثلا سعی کنید شما این از این منطقه در نظر بگیرین، همینطور که بیاییم مثلا هیچ پارکی دیده نمیشه. اینا این مناطق سبز مربوط علوم اجتماعی و محیط سبز نیسته که مردم برای تفرج و تفریح ازش استفاده کنه. آن دیدین هیچ محیط سبز یک پارک را شما نمیبینید که مردم برده اونجی و تفریح کنه، یک محیط سبز داشته باشه و سببش نه که شهر از آلایندگی ها خود نجات بده. و این یکی سبب شده که جای برای محیط سبز باقی نمونه، بحران شهرنشینی را به وجود آورده. مثلا مدیریت این مردم بسیار کار سخت شده، ببینید. اما ما تصویرهایی که از دنیای دیگه، از جهان دیگه، کشورهای پیشرفته دیدم، عموما نفوذ عمودی توزیع میشه. مثلا به صورت بلند منزل ها ساخته میشه، بلند منزل ها را در نزدیک بزرگراه ها ساخته میسازه تا که جمعیت بتونه دسترسی آسان به خدمات آموزشی و صحی داشته باشه. اما در کابل اتونسته، حتی در افشار که جای بسیار خوبی از کابل هسته، خوب به خاطر که کوچه های منظم داره. مثلا کوچه های بسیار، اینی کوچه رو در نظر بگیرین، اون پخته هسته، کلان هسته، هیچ چیزا کوچه های هسته که عموما در مناطق مانند برچی وجود نداره. برچی اون قسمت ها هسته، یک هومه شهر کابل جمعیت در حدود 3.5 میلیون تا در حدود 3.5 میلیون هسته و بسیار وضعیت بد را داره. این مناطق عمومی شهر، اطراف شهر از خدمات دولتی بسیار کمی برخورداره. تصور کن اونمو 3.5 میلیون نفر سیستم فاضلاب منظم نداره که فاضلاب 5 میلیون نفر به صورت منظم مدیریت شنه، مثلا زبالش درست مدیریت نمیشه، کوچه های بسیار بی نظم و نامرتبط را به مخاطر بسیار جرم خیزه. حکی اونجا برق نستده و من کوچه های بسیار تنگ و باریک پر پیچ خم داره که دوست میتونه به راحتی اونجا خود خوره استتار کنه یا رای مردم رو بگیره. بسیار وحشتناکه. به مخاطر یک تحقیق انجام شده بود و نشان میداد که غرب کابل مثلا این قسمت ها تا این قسمت ها شامل غرب کابل میشه. گفته بود که 80 تا 85% آبهای زیرزمینی غرب کابل آلوده و فاضلاب انسانه.
بسیار یک وضعیت مدیریت ناسالم شهری و دلیلی که چرا این اتفاق افتاد، چرا نفوذ اینقدر بیشتر شد در شهر کابل، به خاطر که ولایت ها عموما ناامن، یک سطح توسعه در ولایت بسیار پایینه و به خاطر سطح بیکاری بسیار بلنده، چانس یا امکان کار برای جمعیت افغانستان در ولایت ها بسیار کم، و به خاطر اونا تلاش میکنن که در شهرهای بزرگ مثل هرات، کابل، قندهار، مزار، تراکم بیره که بتونه از فرصت کاری بهتری برخوردار باشه، و چون مدیریت شهری منظمی وجود نداره سبب انفجار جمعیت شده و بی‌نظمی در شهر، و فاضلابش مدیریت نمیشه، زباله‌اش درست مدیریت نمیشه، فقر و بیکاری همچنان بیداد نه 90% مردم افغانستان زیر خط فقر، یعنی درآمد ماهانه‌ش کمتر از 5000 افغانی هستن، به دلیل نبود امکانات اشتغال زایی. هتل کانتیننتال همچنان زوم منون برایشم قشنگ به نظر میرسه، بازم یک تصویر کلی از شهر کابل رو ببینید و نظر بدین که چگونه است، آلودگی هوا رو میبینید. کابل از جمله شهرهای آلوده ترین شهرهای جهانه، این هم آفتابش در مه گم است، آفتابی که در غبار گمه، و ای آلودگی به دلیل فعالیت های اقتصادی نیست مثل شهرهای بزرگ و صنعتی که مثلا ذرات بسیار معلق و پیشرفته صنعتی در هوا معلق باشه. اینا به دلیل جمعیت بسیار زیاد، موترهای بسیار فرسوده که دود تولید نه، و همچنان سرکای بسیار خامه و خرابی که در جریان رفت آمد سبب آلودگی هوا میشه، و به اون دلیل در بازم کسایی که ویدیو رو میبینه کامنت بده، نظر بده که سیمای شهر کابل که با کابل جان معروفه چگونه. غروب بود، رنگ طلایی همچنان دیدم شد، اما خواستم این تصویر را برای شما ارائه کنم تا کابل را از چارچوب افغان فریم ببینید. وقتی همگیشم خوش باشه.